با شاهین عزیز در یک روز برفی و قدم زدن. شاهین نظر چیه؟ شاهین خوبه؟ موافقی؟ بسیار عالی، دارم لذت میبرم. دوستان سلام، در مورد درخت توسکا یه چند کلام با هم صحبت کنیم. این درخت جوانی که پشت سر من میبینید درختش توسکا، و یه نکته جالب این که درخت توسکا اولین درختیه که تو فصل بهار تقریبا میشه گفت برگ میده و آخرین درختیه که برگهاش میریزه تقریبا. و نکته جالبتر این که درخت توسکا تغییر رنگ نداره واسه خزان کردنش. برگهای سبز معمولا میافتن و بعد از افتادن تقریبا حالت قهوه‌ای کامل در میاد. اینه که اینم یکی از نکات جالبی که در مورد درخت توسکا آدم میتونه بدونه. و یه نکته دیگه این که شاتون‌های نر و ماده رو شما میبینید تو دست من، نر و ماده. این نرها تو فصل پاییز به بعد معمولا در میان و گلدهی اوایل اسفندها تو فصل نزدیک به بهار اتفاق میفته و میشه گفت روند تکاملی درخت توسکا اتفاق میفته. اینه که یکی از گونه‌های اندمیک توسکای ییلاقی ما و قدر این میراث گرانبها رو بده. لقمه آماده، چای. در این هوای دلنشین اومدیم پایش جای همتون خوری. میام شاهین. دوستان نما کنین، این کنوسه و یه پرنده اینو خورده. نما کنید اینم خورده شده توسط یه پرنده. اینید اینا به قول گفتنی قوت زمستونه، پرنده های هیرکانی. یکی دیگه هم بهتون نشون بدم. اینید اینم پرنده ها، اینا رو میخورن معمولا سهرهای جنگلی یا چخریسک ها، توکوهای سیاه، توکوهای ابلغ، خوراک این پرنده هاست. آقای هر سری خونه جلوی بخاری واسه خودمون دراز کشیدیم روزای جمعه. ماره میاره ببین کجا. ولی خب واقعا زیباست. جای همه دوستان خالی. به قول خود آقایی با پخت کنوس خوردیم. یه چای هم خوردیم. ای کاش مردم ما
و مسئولین ما قدر این محیط زیست و این زیبایی رو میدونستن. با فخته کنست از گیل سلام. سلام. جای همه تو خالیه؟ چقدر اینجا زیباست. این الان غذای یک تعداد زیادی پرنده و یک موجودی به نام زنا بود. خرس و گراز و حیوانات دیگه و یک موجودی به نام حسین آقای. آیا آقایی میخواد همزاد پنداری کنه با حیوانات وحشی بومی منطقه؟ من سهم خودم میخورم و از هر درخت یکی دوتا میخورم که اینا نگن که حسین آقایی اومد سمت ما و میوه‌های ما استفاده نه. هر جا رفتی درخت از گیر هیچی نداشت بتون آقای آقایی از این بر رد شده. نه من سهم یک طبیعت بکر و دوست داشتنی، هوای مه‌آلود داخل جنگل‌های راش. واقعا اینجا بکر و دوست داشتنیه، حتی همچین هم بکر نیست. البته چون این آقا حسین آقاییه میتونه همچنان بکر باشه. سلام. اذیتش نکنی یه بار. خیلی زیبا و دوست داشتنی.